انتقاد از وضعیت کشور در جلسه بی سابقه اساتید دانشگاه تهران همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در دانشگاه های مختلف در ایران در دانشگاه تهران جلسه با حضور اساتید دانشکده های مختلف برای بررسی وضعیت جاری کشور برگزار شد ویدئوی کوتاهی از این جلسه به تازگی منتشر شده که اساتید درباره وضعیت جاری و مخالفت گسترده با سیاستهای جمهوری اسلامی از جمله حجاب اجباری صحبت کردند. در این جلسه محمد جواد ظریف ترسو، غلام علی حداد عادل شیرعی، علی طیب نیا، لعیا جنیدی، پیروز حناچی، محمود نیلی صادق زیبا کلام خالیبند و علی متحری مفعول و شمار دیگری از استادان دانشگاه که اغلب دارای سمتهای مهم دولتی یا حکومتی بوده یا هستند حاضر بودند در این جلسه یکی از استادان میگوید گشت ارشاد چه سیغه است مگر ما گشت دروغگویی داریم در این ویدئو که از این جلسه توسط دانشگاه تهران و پایگاه خبری نجس جماران منتشر شده اغلب حاضران از ادامه وضعیت فعلی انتقاد کرده و سرکوب اعتراضات را بیفایده خواندند. به غیر از محمد مقیمی ملعون رئیس دانشگاه تهران که از بازداشت دانشجویان تلویحا دفاع می کند دیگران در این ویدئو از شیوه فعلی اداره کشور انتقاد کرده و سرکوب اعتراضات را بیفایده خواندند علی متحری ملعون در رابطه با نحوه مواجهه حاکمیت با انتخابی آزاد نوع پوشش گفت ما باید بر پوشش اسلامی در ادارات و دانشگاه ها تاکید کنیم یعنی نباید اینجا کوتاه بیاییم ولی خیابان را در مرحله دوم قرار بدهیم و دعوت به گفتگو کنیم همه اینها را دعوت کنیم که بیایند و حرفشان را بزنند همین خانمی که روسریش را برداشته باید بیاید و حرفش را بزند ابراهیم متقی دیگر استاد این دانشگاه در ادامه گفت چون تغییر نسلی شکل گرفته و تفسیر این تغییر نسلی بر اساس هنجارهای خودمان است کسانی که سال 88 از کشور خارج شدند سیاست انتظامی و امنیتی ما این بود که این افراد از کشور خارج شوند اینها رفتند جذب کجا شدند معاون وزیر ارشاد وقت شده رئیس ایران اینترنشنال محمد جواد ظریف بیبوته در این جلسه تاکید کرد ما از یک طرف زیر بار زور نمی رویم و از سوی دیگر مردمی داریم که در برابر حرف نادرست مقاومت می کنند. این بزرگترین عامل بازدارنده است. قطعا اشتباه می کنیم اگر فکر کنیم می مردم را نادیده بگیریم. تصور اینکه مردم را بتوان با خشونت حفظ کرد، تصوری است که خداوند هم به پیامبر می تو هم نمی توانستی. تهدید دانشجویان دانشگاه یزد به یورش مأموران امنیتی دانشجویان دانشگاه یزد از جانب مسئولان فاسد دانشگاه تهدید به هجوم مأموران وحشی امنیتی شدند امروز مسئولان دانشگاه یزد در تماس با خانواده دانشجویان شروع به فشار و تهدید علیه دانشجویان کردند که اگر دانشجویان به تجمعات خود ادامه بدهند دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال آنان ندارد همچنین در کنار این تهدیدها اعلام کردند اگر کسی از دانشجویان دستگیر شود مسئولان دانشگاه هیچ گونه پیگیری و کمکی نخواهند کرد مسئولان در تماس با خانواده های دانشجویان گفتند که از سوی دادستانی یزد به دانشگاه اعلام شده که در صورت تجمع در روزهای آتی به طور مستقیم با استفاده از گارد ویژه و نیروهای امنیتی دجال به دانشگاه یورش برده و دانشجویان را به قول خودشان جمع می کنند. این تهدید در حالی مطرح شده که طبق قانون نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی حق ورود به دانشگاه را ندارند مگر با اجازه رئیس دانشگاه و تایید وزیر علوم وقت بر اساس این اتفاق جمعی از دانشجویان دانشگاه یزد با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حرکت اعلام کردند با این تصمیم دانشگاه تمام مسئولیت‌های روز شنبه را به گردن دانشگاه و مسئولان آن و علل خصوص آقای کلانتری رئیس دانشگاه می دانیم. در ویدئویی هم که امروز از یکی از اعضای بسیج دانشگاه یزد منتشر شده این چاغال لبکلی با تهدید دانشجویان می گوید از تمام شما از بالا عکس و فیلم گرفتم و شانس بیاورید که نظام عوض شود در جریان اعتراضات مردمی ایران در روزهای اخیر دانشجویان دانشگاه های بسیاری تجمعات اعتراضامیز برگزار کردند و در برخی از این دانشگاهها مثل دانشگاه شریف و دانشگاه صنعتی اصفهان یورش نیروهای امنیتی موجب آسیب دیدن دانشجویان و حتی اساتید بسیاری شد محاصره دانشگاه شریف و حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان بازتاب گسترده ای داشت و معترضان را خشمگین تر کرد. ظاهرا مأموران امنیتی فاسد و برخی مدیران خودفروخته دانشگاه ها در پی جلوگیری از تجمعات تاثیرگذاری مشابه تجمعات دانشگاه شریف هستند. پیام شهبانو پهلوی به عوامل مسلح و لباس شخصی شما از این ملتید پس با این ملت باشید شهبانو پهلوی خطاب به نیروهای انتظامی ارتش سپاه بسیج و لباس شخصی ها گفت در زمیر ذهنی خود خواهران برادرانتان پدران و مادرانتان را در مقابل خود ببینید و اجازه ندهید که سردمداران نظام برای گریز از خشم ملت شما را ابزار سرکوب ملت کنند شما از این ملت هستید پس با این ملت باشید شهبانو فرح پهلوی پیش از این نیز با پیام‌های دلگرم کننده خود همچون چراغی فروزان روشنگر راه معترضان اخیر ایران بودند به امید اینکه مادر سرزمین ایران به مام وطن بازگردند و به همراه خود برکت و شادی و شادکامی را برای ایرانیان به ارمغان بیاورند